جعبه که پرستش بود، اولین بار بود این حس رو داشتم، حال یک خلبانی رو داشتم که خیلی آماتوره و اصلا هیچ تخصصی نداره، فقط یک عالم مسافر بهش سپردن که باید این مسافرها رو به مقصد برسونه. قبل از اینکه به مقصد برسونه، این خلبان باید صعود موفقی داشته باشه و بعد از صعود باید فرود موفقی هم داشته باشه. حاضر هستین کمربندهای ایمنی خودتون رو ببندین و به این خلبان نامتخصص آماتور اعتماد کنین؟ اعتماد کنین، چون یه خلبان متبحر و عالی و کار کشته پشت من ایستاده و او روح قدوس الهیه که میتونه کمکم کنه، کمکمون کنه که صعود و فرودی عالی داشته باشیم. خدا رو شکر میکنم وقتی به طبیعت خدا نگاه میکنیم، وقتی این روزها به آفرینش زیبای خدا نگاه میکنیم، این آفرینشی که انگار در میان این برودت ها، سرماها، ها، دستک زنان، پای کوبان، با اینکه سرماهی میخواد او رو عقب بزنه، فقط او پای کوبان نوید بهار، تازگی و زیبایی رو داره به ما، به ارمغان میاره. آمین. و وقتی اینطور فکر میکردم، دیدم چقدر مناسبه، چقدر عزیزان بجاست که با نزدیک شدن نوید این همه زیبایی، این همه تر و تازگی، یادی از شاعر و عارف ایرانی خودمون مولوی بکنیم. همین میشناسیمش نیست؟ اگه یادتون باشه از همون زمانهایی که کودک بودیم، تو دبستان بودیم، با تو کتابهای درسی با مولوی آشنا شدیم، یادتونه؟ من که یادمه، مثل احساس میکردم مثل آلیس تو سرزمین عجایب به وسیله شعرا و قصه های او برده میشدم. ولی وقتی که شخصا ایمان آوردم، متوجه شدم اونا همه شعر و مر و نمیدونم قصه و داستان نبوده که من برم تو عالم فانتزی احساس کنم وای یه جایی هستم توی حیطه ناشناخته و رویاها برای خودم ببافم، بلکه اشعار زیبای مولوی عزیزان پرده از چه رازهای مهیبی رو در زندگی ما بر می داشت، به خصوص در تفکر مولوی و بازتاب تفکر او در اشعار همیشه جاودانه او، نگاه خدا رو به انسان میبینیم که چه ارزش والایی برای انسان داره، مقام رفیع انسان رو از دید خدا در اشعار اون میبینیم که چطور انسان فارغ از هر هویت خارجی، اوریان از هر هویتی که بهش داده میشه، چقدر مورد احترامه، چقدر مورد کرنشه، به راستی تاج آفرینش خداست انسان. باور میکنی؟ داستان موسی و شبان یادتونه عزیزان؟ اول بگم من اصلا استعداد حفظ شعر رو نمیدونم شعرخوانی و اینا رو ندارم، اون موقع هم یادم دوست داشتم فقط شعر اینو اونو کش میرفتم گفتم اینو خودم گفتم، بعد همه هم به زودی میفهمیدن. برای همین اگه غلط غلوط میخونم، جا به جا میخونم، مهم اینه که شما میفهمید. همگی ما از یه خطه بلند شدیم. آمین. یادتونه اون چوپان عاشق و شیدای ما چه عاشقانه برای خدا می سرود، چه پرستشی می کرد، می گفت تو کجایی تا شوم من چاکرد، چاروقت دوزم کنم شانه سرد، دستکت بوسم به مالم پایکت، وقت خواب آید بروبم جایکت. موسی که اینجوری می شنوه یهویی حالش بد میشه، شروع میکنه به سرزنش کردن و میگه وای بر تو، وای بر تو که به بدبختی افتادی، هنوز قربونش برم مسلمون نشدی که کافر شدی، تو با این سخنان بچگانت، با این سخنان توهین‌آمیز جهان رو متعفن کردی، دهن تو ببند. یه دفعه خدا از آسمون زیباش اینو میبینه، به غیرت در میاد، یه آنگاه خداوند ندا در داد، گفت ای موسی توف به رود بیاد، البته این بیت رو خودم گفتم، تو برای وصل کردن آمدی،
می برای فصل کردن اومدی. چرا عزیز منو، چرا بنده منو از من دور کردی؟ چون اون پرستشی که اون میکرد، اون ستایشی که اون میکرد به من افسوده نمیشد، منو منزه نمیکرد، بلکه اون ستایش و پرستش بی ریای او، پاک او، به قول کلام در روح و راستی او، او رو منزه میکرد، او رو پاک میکرد. چرا؟ بستی دهان او رو. بعد بماند که موسی به کوه و بیابان میزنه تا پیدا کنه و به رو بیفته. بعد توی شعر دیگه ای از مولوی که بازم اینایی میگم که یادتونه تو زمان بچگیمونه، مقام دوباره رفیع انسان رو در اشعار دیگه چقدر زیبا دوباره به تصویر میکشه. میگه سالها فکر من این بود و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. داره وصف حال یه شخص شوریده حال، یه شخص جستجوگر رو میکنه. از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا میروم آخر؟ ننمایی وطنم، ماندم سخت عجب، که چه سبب ساخت مرا؟ یا چه بود مراد وی از این ساختنم؟ داره جستجو میکنه. یک دفعه انگار دوزارش میفته، یه جرقه میزنه به یه اشراف یا یه اشراقی میرسه، میگه آها الان فهمیدم. یاد مزامیر داوود میفتیم نیست؟ مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، دو سه روزی از بدنم. هللویا. و کتاب مقدس زیبای ما فراتر از مولوی به این حقیقت اشاره میکنه که حیات آدمی فقط جنبه مادی نداره و جنبه بود عمیق روحانی داره. او برای جلال خدا آفریده شده، او برای خوشنودی خدا آفریده شده. عزیزان، مزمور 8 آیه 5 میگه او را از فرشتگان اندکی کمتر ساختی و تاج جلال و اکرام را بر سر وی نهادی. ارزش حیات روحانی انسان عزیزان به قدری زیادی که خدا فرزند یگانه خودشو برای من و تو فدا کرد. تو اول پتروس 1:18 میگه زیرا میدانید که به قیمت گرانی خریده شدید، نه به چیزهای فانی مثل طلا و نقره، بلکه به خون گرانبها چون خون بره بی عیب و بی داغ، عیسی مسیح خداوند. آمین. سوال امروز اینه عزیزان، سوالی که مطرح میشه، چقدر انرژی و وقت خودمون رو صرف امورات روحانی میکنیم؟ چقدر وقت میذاریم که بگیم از کجا اومدیم؟ اومدنم بهر چه بود؟ بالاخره چقدر وقت میذاریم که بفهمیم هدف خدا برای خلق من چی بود؟ چرا منو خلق کرد؟ از چه سبب ساخت منو؟ برای چی من خلق شدم؟ این سوال خیلی از ما هست نیست؟ و کلام خدا چقدر زیبا اشاره میکنه، میگه خدا نیازی نداشت به آفرینش من و تو. خدا بر حسب اراده شاهانه خودش، بر حسب اون انبساط خاطر خودش، برای هدف خودش، برای منعکس کردن جلال و زیبایی خودش، عزیزا من و تو رو آفرید. اگه من و تو به این تنویر ذهن برسیم که آمدنم بهر چه بود؟ بالاخره به کجا خواهم رفت؟ هر گره فکری، هر پوچی، هر اون زندگی ملالنگیز و بی هدف از زندگی ما که دائم باش روبرو میشیم دور میشه. عزیزان میفهمی که خدا منو آفریده که با تمامی دل و جان و قوت خود مثل اون شبان عاشق او رو بپرستم، و قبل از اینکه به این وادی برسم باید محبت او رو بشناسم، وگه نه نمیتونم مثل اون شبان او رو محبت کنم. و دائم هی میگیم چه غافل از احوال خیشتن میشیم و نمیدونیم در عجبیم انگوش به دهن میمونیم. عزیزان من و تو برای رضامندی خدا آفریده شدیم، و این رضامندی وقتی میسر میشه که محبت او رو بشناسیم. در این شناخت محبت او رو در روح و راستی مثل اون شبان عاشق محبت کنیم، بپرستیم. من و تو با یک نیاز درونی خلق شدیم،
که این نیاز درونی عزیزان در ریزترین سلول های بدن ما، در ریزترین بافت های بدن ما نهادینه شده که او رو بپرستیم. و خدا طالب پرستندگان خودشه. برای همین مولوی میگه ما مرغ باغ ملکوتیم، از این عالم خاک نیستیم، دو سه روزی فقط قفسی از این جسم من ساختن. و پولس چقدر زیبا در رومیان باب 8 آیه 22 میگه تمامی خلقت در حال آه کشیدنه که کی پسران و دختران خدا از این قفس تن آزاد میشن. آمین. اگه ما اونو نپرستیم عزیزان، خیلی خدایان هستن که در این دو سه روزی که در قفس تن هستیم در زندگی های من و تو قد علم میکنه. و چون ما برای پرستش خلق شدیم، اگه خدا رو نشناسیم، محبت او رو نشناسیم، این بت‌ها رو میپرستیم. وقتی به دنیای پیرامون زندگی خودمون نگاه میکنیم عزیزان، میبینیم هر چیزی برای اون هدف اولیه خلق شده. درسته، ستاره خلق شده که چیکار کنه؟ بدرخشه. ماهی خلق شده که تو آب شنا کنه. یه ماشین ساخته شده که حرکت کنه. یه ماشین چمنزنی ساخته شده که کار خودش رو انجام بده. به برق بزنی شروع کنه به کار. اگه این ماشین چمنزنی حتی به برق بزنی و کار نکنه چی کارش میکنی؟ میندازیش دور. درسته یا نه؟ هر وسیله اگه کار نکنه برای آن چیزی که خلق شده مورد استفاده قرار نگیره میندازیش دور. هدف خلقت انسان بهر چه مقصودی بود عزیزان؟ کل شریعت رو که نگاه میکنی، کل احکام خدا رو نگاه میکنی، اینقدر مهمه که از در هر چهار انجیل به اون اشاره کرده که میگه خدای خود رو با تمام دل خودت، با تمام فهم خودت، با تمامی نفس خودت، با تمامی ذهن خودت محبت کن، بپرست. که این از همه قربانی های سوختنی و از تمامی هدایا افضل تره. عزیزان، دنده در رفته ای توی جهان وجود داره، دنده شکسته ای توی جهان وجود داره که تا سر جاش قرار نگیره این انسان، این انسانی که دندش در رفته، پر از درده، پر از آهه، پر از احساس طرد شدگیه، پر از احساس عدم نارضایتیه. براتون یه مثال از خودم بزنم. میتونم بگم از سنین نوجوانی من به سردردهای خیلی مزمنی گرفتار بودم عزیزان، تا جایی که خودم یاد گرفته بودم به رگ خودم مسکنای خیلی قوی تزریق میکردم که توش مورفین بود و دکترای خیلی زیادی رفته بودم، خیلی برای معالجه این برون ور رفت، هر کی یه چیزی میگفت و چکاپ میکردم، ماینه میکردم، همه میگفتن سالمه. تقریبا چند ماه پیش بود که حقیقتا دیگه از این درد، هرچی هم که آدم سنش میره بالا تحملش راجع به این دردهای جسمی خیلی کمتر میشه، برای همین یه دفعه حالا از چه راهی بماند که رفتم برای اولین بار دکتر ارتوپد. همه دکتر رو تشخیص داده بودن که من میگرن خیلی مزمنی دارم. این آقای دکتر دست که گذاشت در چند ثانیه گفت نه، اصلا تو میگرن نداشتی و نداری. کی گفته میگرن داری؟ یه سه تا دنده در جا در اومده، قربونش برم. من فرستاد پیش ارتوپد. ارتوپدم یه چپ و راستی کرد، دیدین که چیکار میکنه. باور کنین شاید نیم ساعت طول نکشید. وقتی که از این مطب دکتر اومدم بیرون احساس میکنم دارم نفس میکشم. احساس میکنم یعنی زندگی، یعنی این، یعنی من عادت کرده بودم. خیلی از ماها یا عادت میکنیم که با دنده های در رفته سالیان سال زندگی کنیم، به دردامون عادت میکنیم، به اینکه دائم مسکن بخوریم عادت میکنیم، جزی از زندگی ما میشه عزیزان. وقتی ما متوجه نشیم که برای چی خلق شدیم، هدف خلقت خدا از من و تو چیه، سالیان سال میره و میاد، در این قفس تن همینجور زندانی میمونیم، عادت میکنیم، دائم توی زندگی با مسکنهای دنیایی، اگه پول داشته باشیم با تفریحهای دنیایی
فقط میخوام یه نفسی بکشیم، یه مردگی انجام بدیم. ولی وقتی بفهمیم که برای چی خلق شدیم، این دنده در رفته، این دنده شکسته که در جهان وجود داره سر جاش قرار بگیره عزیزان، وقتی ما که مسیحی هستیم، وقتی احکام اونو میخونیم، تمامی تمناهای عاشقانه او برای ما گرانبار نیست. تمام احکام او، تمام بایدها و نبایدهای او مستبدانه نیست. وقتی میگیم از وقت در مال در جانت بذار، فشار بهت نمیاد، درد نمیکشی، هیچ سوال برانگیز نمیشه، بلوا کنی که چرا چرا چرا، مثل اون شبان عاشق که عارف شده بود به محبت او، اون دنده سر جاش قرار گرفته بود، میگه ای خدای من، فدایت جان من، جمله فرزندان و خانمان من، ای فدای تو همه بوسهای من، ای به یادت هی هی و هی های من. عزیزان هیچی دیگه براش مهم نبود، فقط داشت عشق ورزی میکرد به خداوند. وقتی مثل این شبان عاشق شناختی از محبت او به دست بیاری، دیگه صلیب های او، تجربه هایی که توش قرار میگیری، آتش ها، بیابان های زندگی تو رو قبض نمی کنه، بسته نمی کنه، کاهیده نمی کنه، پر خشم و غرغر نمی کنه، بلکه تو رو افسوده می کنه، بست میده، در انسانیت درونی روز به روز به روح او، در قوت او زورآورتر میشی. اون دنده در رفته، اونیه که ما برای او خلق شدیم سر جاش قرار بگیره، او رو بپرستیم عزیزان. اما وقتی ما میگیم پرستش در روح و راستی، منظور چیه؟ این موسیقی فقط نیست، سرود خواندن نیست، اون پرستشی که پدر طالب اونه سر صدا کردن نیست، فقط احساسات به خرج دادن نیست، بلکه پرستشی که پدر طالب اونه باید از فهم ما، از اون شناخت ما، از اون ملاقاتی که با خداوند عیسی میشیم نشأت بگیره. در یکی از مبحث‌های کتاب‌های ریک وارن خیلی زیبا میگه، میگه یکی از رهبران پرستش متوجه این شد و گفت تا زمانی که کلیسا به شناخت تازه‌ای و عمیق‌تری از محبت خدا نرسه، هر گونه سرودی در کلیسا ممنوعه. و بعد جمله خیلی زیبایی میگه، چند تا جمله میگه، برای چیزی بیشتر از سرود میآورم، چون سرود به تنهایی آنی نیست که تو طالب آنی، تو درون را بسیار عمیق‌تر مینگری، تو از برون و ظاهر چیزها، تو به قلب ما مینگری. و بازم مولوی میگه ما برون را ننگریم و این قیل و قار را، ما درون را بنگریم و هار را. عزیزان پرستش و ستایش در روح و راستی شرط عاشقیه، و شرط عاشقی چشم‌پوشی از خود و بزهای خود و متمرکز شدن به خداست، و شرط متمرکز شدن به خدا شناختی از خود خداست، شناختی شخصی از خود خداست. من ایمان دارم عزیزان، من ایمان دارم برای مشتاقان، نه برای کسایی که فقط میرن و میان، کسایی که مشتاقن او رو بشناسن، من ایمان دارم که خدایی که این نبوت الهی رو روی کلیسا اعلام کرده، که کلیسا رو به جایی حرکت میده که مقصد نهایی اون که هر عضوی به شناختی از او برسه که منجر به پرستشی در روح و راستی بشه، او کمکمون میکنه. خداوند روح القدس کمکمون کنه، نه در تعلیمات عزیزان، نه در تئوری ها، نه در موعظه، نه بیایم بگیم محبت آگاپه چند بخشه؟ سه بخشه، آگاپه، فیلیا، ایروس، زبان ابروش هم یاد بگیریم، نه، بلکه یه شناخت و محبت عمیق‌تر از خود خدا. برای همین یکی از پرعظمت‌ترین دعاهای پولس در افسوسیان 3:16 است، در باب شناخت محبت خدا میگه دعا میکنم ای خدا، زانو میزنم در حضور تو، زانو میزنم
در برابر این پدر پرجلالی که از هر خانواده از او اسم میگیره دعا میکنم نزد این عیسی که سرمنشأ تمامی خلقته، نزد این خدایی که صاحب برحق من و توه، دعا میکنم ای خداوند که او رو بشناسیم، که نه فقط او رو بشناسیم بلکه در این محبت ریشه کنیم، بنیاد بذاریم، ظرفیت پیدا کنیم که با همدیگه بفهمیم این محبت چیه، عارف شیم به این محبت عزیزان. بعد میگه این محبتی که فوق از ادراک ماست، فوق از معرفت ماست، بالاتر از درک ماست عزیزان. خیلی خوبه که اینو بدونیم. وقتی پولس میگه بالاتر از ادراک ماست یعنی چی؟ بالاتر از معرفت انسانی ماست، خیالات ماست، بالاتر از همه ایناست یعنی چی؟ یعنی عزیزان به طور ساده خدا بالاتر از درک ماست، یعنی هیچ وقت ما به درک کاملی از خدا نمیرسیم. خدا رو نمیتونیم در چارچوب‌های ذهنی خودمون ببندیم، تو مشت ما جا نمیگیره. او بسیار فراتر از درک و عقل و فهم انسانی ماست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه از یک طرف ما محدودیت انسانی رو داریم، از یک طرف دیگه محدودیت نامحدودی خدا رو داریم. اما عزیزان همه بگین اما، همین خدایی که تمامی هستی ریشش از او، از منشأ خداونده، تمامی هستی ریشه در او داره. خدایی که بلنده، عالیه، رفیعه و ساکن در ابدیته، همین خدا مشتاقه، اشتیاق وافر داره عزیزان که در روحای مشتاق، در روحای فروتن، در روحایی که خالی از خودشون شده خودشو آشکار کنه. باور میکنی؟ اشتیاق و طلبیدن از ماست و ابتکار عمل فقط از اوست. ما فقط زمانی که خدا فیض ببخشه سر و سوزنی به شناخت محبت خدا نزدیک بشیم عزیزان، میفهمیم ما با چه خدایی که گاهن فقط نجوا نمی کنه بلکه وهم‌آلوده عزیزان، پر از رمز و رازه، یک روح نیرومنده که در برابر اون تمامی پیش‌فرض‌های ذهنی ما رنگ میبازه عزیزان. همونجور که پاستور گفت تمام اون بت‌های ذهنی ما که فکر میکردیم منهده میشه، تمام اون خونه کلنگی‌هایی که عزیزان سالها در ذهن خودمون زیرش ستون گذاشتیم و به زور نگه داشتیم، چی میشه؟ ویران میشه، خراب میشه. خدایی که خوفی مقدس درونه، خوفی مقدس از حضور او ساطع میشه، ترسی مقدس عزیزان، یه ترس مقدس که هم میخوای ازش فرار کنی، هم یه جوری میخوای درگیرش بشی. یه مثال بچگونه بزنم عزیزان، آماده این؟ ما داریم اوج میگیریم ها. این مثال از یک رمانیه به نام باد در نیزارها. میگه روزی روزگاری دوتا موش بودن، یکی موش کور، یکی موش صحرایی. این دوتا موش یه روز با خدای طبیعت ملاقات کردن. موش کور در حالی که مثل موش میلرزید یک نفسی رو تازه کرد و در گوش موش صحرایی گفت ببین موش صحرایی تو میترسی؟ و موش صحرایی در حالی که برق محبتی توصیف ناپذیر در چشمای او برق میزد به او اشاره کرد، گفت از او بترسم؟ از او؟ هرگز هرگز. ولی راستش موش کور خیلی میترسم. وقتی من میرا، وقتی این تن فانی عزیزان شروع به نگاه کردن به عالم قدسی میکنه، مثل نویسنده این مکاشفه میگه بی جان، مثل پیکری بی جان پیش پاهای او میفته، به قول یک اثر یونانی میگه زمین و کوها و دریاها در مقابل چشمان ترسناک سرور خود میلرزن، مثل حزقیال که در شرح
ظهور خدا میگه طوقه‌های او، فلکه‌های او مهیب و عظیم بود. منظر او از کمر تا به ردای او مثل برنج تابان، مثل درخشش آتش، آتش در آتش میدرخشید، تابان بود. مثل یعقوب که وقتی خوابیده بود خدا رو ملاقات کرد، یهوی بلند میشه میگه این فضا چقدر ترسناکه، چقدر اینجا ترسناکه. یقینا خدا در اینجا بود و من نمیدانستم. مثل دانیال در باب 10 عزیزان میگه مثل طفل سخ شده در حضور او افتادم، لرزش عظیمی به من رو افتاد، خرمی من به پژمردگی تابستون بدل شد. خواستم از حضور رو فرار کنم، ولی مثل یک طفل سخ شده به رو افتادم. هیچ طاقت دیگه در من نمونده بود، بیهوش گردیدم. از اون چرا دارم این چیزها رو میگم؟ چون تمام این چیزهایی که دارم میگم یک سر سوزن از تجربه عالی که خود من شخصا کردم. 18 سال پیش که هیچ وقت نخواستم، فکر کردم این تجربه خیلی شخصیه، هیچ وقت نباید اینو بازگو کنم. فقط به طور خیلی خلاصه همون اوایل وقتی پاستور خیلی اصرار کرد به صورت یه شهادت چند دقیقی که گفتم، در یک سه‌شنبه مبارک عزیزان در سال 2001، از یک هفته از قبل حضور مهیب و عظیم او رو تجربه می‌کردم. وقتی که تمام این چیزایی که میگم عزیزم، من نمیدیدم با چشم، من صدای او رو با گوش نمیشیدنم، من هیچ حضور فیزیکی رو ندیدم، فقط از اون اول بگم، فقط در روح بود. تمام این ملاقات ها در روح بود. یک هفته احساس میکردم اون همینطور داره به من نزدیک میشه و من همینطور در خودم زوب میشدم. روز سه‌شنبه که از صبح در حال دعا و پرستش بودم، وقتی اومدم اینجا عشای ربانی بود و باید عشا رو برگزار میکردم، دیدم همین که از پله ها میام این حضور انقدر قوی بود، انقدر ترسناک بود، انقدر غیر قابل اصلا توصیف بود که بی اختیار زیر لب فقط میگفتم خداوندا الان دیگه طاقت ندارم، خواهش میکنم کافیه. و دیدم اصلا رمق تو پاهای من نیست، رفتم اونجا زانو زدم به دعا که پاستور اومد شروع کرد به پرستش. وقتی که پرستش کرد به زور خودم بلند کردم. یک دفعه فقط میتونم در این کلمات انسانی بگم عزیزان، مثل یک شیر ژیانی که بر شکار خود غلبه پیدا کرده، او رو تسخیر کرده، من در چنگال او خودم رو میدیدم و احساس میکردم دارم میمیرم، دارم غالب توهی میکنم و دیگه هیچ راه فراری نبود. برای چند لحظه، چند ثانیه صدای او رو شنیدم که در گوش من نجوا میکرد، کلماتی که ذره به ذرهش فقط تراوش محبت خداگونه بود تو اون وضعیتی که من داشتم عزیزان، وضعیتی که من داشتم پر از بدی، پر از خود کاذب، پر از خود محکومی، پر از طرد شدگی، پر از زخم و زلی. فقط او به من بغل گوشهای من گفت ای زیبای من، چشمای تو مثل چشمای کبوتره. و به محض اینکه اینو شنیدم، مثل یک آب ریخته شده روی زمین فقط افتادم و بعد دوباره در حالی که داشتم جون میدادم، حقیقتا نمیدونستم بیرون چه انشعاباتی بود، فقط دوباره به من نزدیک شد، چیزی رو به من گفت عزیزان که نقطه قوت من بود سالها، یه حسن من بود، یک فضیلت من بود. فکر میکردم که من هیچی که ندارم به خدا اعتماد دارم، من ایمان دارم به خدا. و او بعد از اینکه بهترین منو که هیچ کس و خودم نمیدیدم بیرون آورد با محبتش و ظرفیتی رو در من ایجاد کرد که این چیزو بشنوم، گفت تو به من اعتماد نداری چون منو نمیبینی. من فقط میتونم بگم نره‌ای از کالبد نیمه جان من بیرون میامد و فقط گفتم بله خداوند، بله تو راست میگی، تو بر حقی.
و بعد اونجا بود که حضور مهیب و ترسناک او منو رها کرد که از من دور شد. من نمیدونم چطور رفتم به خونه. تا ساعت 9 10 شب تو خیابونا فقط راه میرفتم. تنها حسی که داشتم هیچ کس به من دست نزنه. تمام لمسای انسانی برای من چندشاور بود. 3 روز در رخت خواب مثل یک مرده افتاده بودم. و 3 تا چیز در من ثمره اون ملاقات بود. یکی این که شناخت ذره‌ای از محبت چون مرگ او، چون آتش تطهیر دهنده او که باعث شد اون طرد شدگی های عمیق من، اون ترسایی که داشتم در حد خیلی زیادی فرو ریخت. و دومین تأثیر این بود که من حقیقتاً پرستشی در روح راستی رو عمیق‌تر تجربه کردم. و سومین ثمره این بود که من دیگه از اون روز به بعد صبر و شکیبایی خیلی بیشتری پیدا کردم در مقابل مصائب، رنج‌ها، صلیب‌ها، اون آتش‌هایی که بعد اون خیلی پشت سر هم اومد. دیگه صلیب‌هامو عزیزان با بدبختی و غرغر حمله می کردم. من در اون رنج ها و آتش ها فرو ریخته و داغون و پر خشم نمی شدم، پر از کاهیدگی، بلکه افسوده می شدم، بلکه می تونستم خدا رو پرستش کنم، بلکه می تونستم به صحنای او با شادی در هر آتشی او رو با جان و قلب و وجود خودم محبت و خدمت کنم. عزیزم وقتی انسان از قلمرو ترس فیزیکی پا میذاره و قلمرو ترس خدایی، اون ترس مقدس، وقتی قدم میذاره، چیزی رو که تجربه میکنه عزیزم غیر قابل تفسیره. با زبان محدود انسانی من نتونستم غالب بیام در این لحظه، فقط یه سر نخ کوچیکی رو به دست شما دادم. البته یادتون باشه من با بیان این تجربه نمیخوام خدایی نکرده شما رو محدود کنم، که شاید همه ما باید تجربه یکسانی داشته باشیم. هرگز. عزیزا هر یکی از ما مخلوقات منحصر به فرد خدا هستیم، به طور خاص متفاوت از یک بود خاص زیبایی و وجود الهی رو تجربه میکنیم، که این تجربه های متفاوت در نهایت ما رو به سمت پرستشی در روح و راستی میبره. محبت و بی نهایت متفاوته و هر یکی از ما به شکلی متفاوت افاضه میشه و این تفاوت نقص نیست عزیزان، برکته. باور میکنی؟ ما مخلوقات متبارک و متفاوت خدا تجربه های متفاوتی از خدا خواهیم داشت که در نهایت این تفاوت هاست که سرود کلیسای زنده و پیروزمند خداوند رو تشکیل میده، که نه یک شکلیه مثل سمفونی که همه شروع کنن به ویالون زدن، همه یه ویالون بزنن، یه ساز بزنن، بلکه به شکل یه ارکستر عظیم و پرجلال که پر از آلات موسیقی متفاوته، ولی همه با هم همزمان یک نوت واحد رو در حال نواختن هستیم. تو با اون شکل خاص خودت، من همینطور او رو ملاقات میکنیم و در نهایت روزی جزئی از دسته پرستندگان سماوی خواهیم شد. عزیزان یک شهر سماوی وجود داره که تشکیل شده از اتحادی از اشخاص متفاوت. یک بدن وجود داره، یک کلیسا وجود داره، تشکیل شده از مخلوقات متفاوت و زیبای خداوند که تا ابد متفاوت باقی خواهیم ماند. چرا؟ تا هر کدوم از ما گفتاری تازه و تازه شونده داشته باشیم به همدیگه بگیم در مورد خدای من، که روزی در نهایت او رو به عنوان خدای ما ملاقات خواهیم کرد و در روح راستی او رو پرستش خواهیم کرد. عزیزان برای ما نیکوست که محبت رو بشناسیم. هدف خدا از آفرینش انسانی نبود که ما او رو دوست داشته باشیم. عزیزان من خیلی موقع کج و کوله بود ذهنم، هی فکر میکردم من باید او رو پرستش کنم، من رو محبت کنم. این ملاقات باعث شد که فهمیدم او بیشتر از این که بخواد من او رو دوست داشته باشم، میخواد من محبت او رو نسبت به خودم تجربه کنم.
برای ما نیکوست که این محبت رو بشناسیم و درک کنیم در این مسیر که در درجه اول ما عاشق نیستیم، ما معشوقیم، ما یافشونده نیستیم، ما یابنده هستیم، ما پیدا شدیم. یه موقع میگیم ما پیداش کردیم، نه عزیز جان، اون ما رو پیدا کرده. من مکاشفه گرفتم، نه عزیز جان، او تا نخواد هرگز تو مکاشفه نخواهی گرفت، هرگز از مخفیگاه خودش بیرون نمیاد، هرگز ذره ای از خودش رو برملا نخواهد کرد. نقش ما در مقابل خدا، نقش مؤنث در مقابل مذکره، نقش آینه است در مقابل نور، نقش پژواک در مقابل صدا. عزیزان، ما مفعول هستیم و او فاعل. او ابتکار امر رو در دست میگیره، همجور که ابتکار امر رو در دست گرفت، برای همین من و تو اینجا هستیم. او انسان شد، همچون مخلوق به میان مخلوقات آمد، در فلسطین زندگی کرد. عزیزان، در زندگی او بالاترین و با ارزشترین مرتبه انکار نفس به وجود اومد تا که به جلجتا ختم شد. یکی از فلاسفه میگه مطلق به دریا افتاد و ماهی شد. پادشاه جلال، آن یگانه بیمانند، تن به شرایطی داد. عزیزان، که هیچ واژه‌ای نمیتونستم پیدا کنم این چند روز. تمام واژه‌ها خار بود، بی ارزش بود. فقط یه آیه بود که تونستم پیدا کنم، تو تیتوس باب 3 آیه 4 توی کلمه میگه او کاملا نودوس شد. میدونی چه عمقی داره؟ در اینی که ظاهرش خیلی سطحیه عزیزان، میگه اما چون مهربانی و نودوستی نجات دهنده ما ظاهر شد، ما را نه به سبب کارهای نیکوی ما بلکه به سبب رحمت و محبت خودش نجات داد. بازم یه مثال بزنم که اینو متوجه بشین عزیزان، ما عشق بشری رو روی زمین چه موقعی پر از خودخواهی میبینیم؟ دردمون میاد، هرسمون میگیره، دندون قروچه میکنیم، نیست؟ که عاشق به بهای نادیده گرفتن احتیاجات معشوق خودش، نیازهای خودش رو رفع کنه، نیست؟ میگیم اند چیه؟ خودخواهیه. بعد یه کمی که رشد میکنن، مثلا الان دیگه خیلی انسان وارسته ای میشن، چیکار میکنن؟ مثلا میگم، حالا همتون نه خدا رو شکر، چیزهایی رو میدن به محبوبشون، به معشوقشون که اصلا با نیاز محبوب همخوانی نداره. بعد دیدیم بعد 20 سال زنه به مرده، مرده به زنه، میگه ای بی چشم رو، هی 20 سال محبتت کردم، دستم نمک نداره، 20 سال فقط دارم تو رو محبت میکنم. چون چیزی رو به اون میده که با نیاز محبوبش اصلا همخوانی نداره، برای همین پاس نیست، نمیگیره، همیشه اونجا احساس کم بوده. متوجه هستین عزیزان؟ اما محبت پادشاه ما عزیزان، اول به بهای گرانی، به بهای جان خودش، با بوسه های دهان خودش که اشاره به اون نجات ما رو لمس کرد، اون سرطان گناه که نیاز ما بود از ما جدا کرد، ما رو لمس کرد، انیستی به هستی آورد، از ظلمت به نور آورد. بعد چی کار کرد؟ ما رو ریسمون‌های محبتش به طرف خودش کشید، ما رو تبدیل به محبوبه کرد، محبوبه، عاشق، اون شبان عاشق که بگی صبح تا شب دیگه به بوسهات انقدر فکر نکنی، بگی ای پادشاه، ای پادشاه، منو به هجله‌های خودت بکش، منو بکش، چون ابتکار عمل دست اونه، نیست؟ عزیزان، کار ما فقط اینه که به این محبت پاسخ بدیم، این محبت رو بچشیم، این محبتی که هست همین الان اینجا حضور داره، در حال جاری شدنه، بچشیم، ابتکار عمل رو در دستمون نگیریم.
و بدونیم اگه توانایی به ما داده شده برای مهربانی عزیزان که بگیم ای خدا و ای قوت من تو رو محبت میکنم، این موهبتی از سمت خدا که به تو جاری شده. ارسطو میگه خدا جهان رو به حرکت واداشت در حالی که خودش نامتحرکه، درست مثل عاشقی که معشوق خودشو در معشوق خودش حرکت ایجاد میکنه. و چقدر زیبا اول یوحنا داره به این 14 اشاره میکنه. ما محبت رو از این شناخته ایم، نه اون که ما خدا رو محبت بکنیم، چیزی که مذهب به خورد ما میده نیست، بلکه او ما رو محبت نمود، او عشق خودش رو در ما بیدار کرد. عزیزان میتونیم بفهمیم یا آمین داره تو رو خدا یا نه؟ دیگه دارم برای ما نیکوس عزیزان که این محبت رو بشناسیم، محبتی که نه تنها ما رو به سمت پرستشی در روح راستی میاره، بلکه وقتی بادهای شمالی میوزه درد و رنج ها به ما هجوم میاره، وقتی در اون وادی های سرگردون گیر میکنیم، حتی در اون زمان ها باغ وجود ما میوه های نفیسه به بار میاره، عطر خوشبوی مسیح، عطر خوب این میوه ها از ما به مشام میرسه توی دنیا و باعث سرفرازی و تمجید خدایمون میشیم. دنده شکسته ای در این جهان وجود داره عزیزان که باید سر جاش قرار بگیره. خدا خواهان پرستشی، ستایشی، کرنشی، سجده ای در روح و راستیه و این گونه پرستش میسر نخواهد شد تا قدری از محبت تطهیر کننده او رو، قدری از محبت چون آتش او رو، قدری از محبتی چون مرگ زورآور او رو بچشیم. عزیزان در چنگال این محبت مثل اون شبان عاشق، مثل داوود که این مزامیر عالی رو نوشت، بمونیم. و خبر خوش اینه در آخر عزیزان که خدا چنین ظرفیتی رو در ما گذاشته که او رو بشناسیم. اگه تا حالا نفهمیدی به کار نبردی عزیزان، هر چیزی که ما احتیاج داریم و خدا گفته در ما گذاشته شده، در ما ظرفیتی گذاشته شده، ما با این ظرفیت نجات پیدا کردیم که او رو بشناسیم و در این شناخت عزیزان واکنشی به اون نشون بدیم که مناسب یه مخلوق به خالق خودشه، واکنشی نشون بدیم که مناسب یک عروس به داماد خودشه، واکنشی نشون بدیم که مناسب یک رعیت به پادشاه خودشه. آمین. باشه که به تدریج با اون اشتیاق سیری ناپذیر که روح القدس در ما ایجاد میکنه، باشه که همین الان روح خدا کنار هر قلبی که سرده بی تفاوته عبور کنه تا تمامیت قامت خودمونو عزیزان، روح و جان و نفس خودمونو در اختیار او بذاریم. آمین. تا در اختیار اون شکوه و جلال و زیبایی محبت او قرار بدیم، تا روزی مثل پولس بگیم کیست که ما را از این محبت جدا کنه عزیزان؟ کیست؟ آیا مصیبت؟ آیا جفا؟ آیا عریانی؟ چنان که مکتوب است تمامی روز حتی اگه مثل گوسفندان ذب شده شمرده شیم، میتونیم بگیم مثل پولس عزیزان که بیشتر از تمام این رنج هامون پیروزی یافتیم، نصرت یافتیم. چرا؟ چون که او ما رو محبت نمود عزیزان، به خاطر عیسی مسیح که ما رو محبت نمود. باشه که این محبت رو دنبالش باشیم و با جان و دل و روحمون بچشیم. چشمای خودمون رو چند لحظه میبندیم. خیلی تو قلبمه که این دعای قلب پولس رو یک بار اینجا دوباره این دعا رو با هم، اگه دعای قلبته میتونی با این دعا نجوا کنی به حضور خداوند. ای خدای عالی، تو خودت گفتی که پرستش نه ربطی به مکان داره، نه جا داره، نه این قبله است، نه اون قبله است، نه ربطی به
خداوند سازهای فراوان داره، نه ربطی به خداوند چیزهایی که ما ظاهری میبینیم داره. تو گفتی خداوند پرستش در روح و راستی، پرستشی که در اون پاکیه، پرستشی که در اون شناخت محبت تو موج میزنه. برای همینه خداوند، برای خودم و برای تک تک مشتاقان تو در این لحظه با قلبم زانو میزنم ای خداوند، نزد تو که منشأ تمام خلقتی، نزد تو ای خدایی که صاحب بر حق ما هستی، ما رو خلق کردی برای خوشنودی خودت، برای اینکه زیبایی و جلال تو در اون پرستش راستین که فقط سرود خوندن نیست، تقدیم جانهای ماست، تقدیم مالهای ماست، تقدیم وقتهای ماست ای خداوند، به تو باشه. دعا میکنم خداوند که واسطه روح قدوس تو در انسانیت باطنی خودمون از روح تو قویشیم، ظرفیت بیابیم خداوند، ظرفیت بیابیم، استطاعت بیابیم که بتونیم محبت تو رو بشناسیم، که نه فقط محبت تو رو بشناسیم بلکه خداوند تو به ما یاد دادی که محبت تو ابعاد داره، محبت تو طول داره، عمق داره، ژرفها داره، و تو میخوای ما این محبت رو بشناسیم. تو میخوای نبشناسیم فقط، بلکه ریشه کنیم خداوند، زندگی های ما ریشه کنه در این محبت، بنیاد ایمان ما در این محبت باشه خداوند. روح القدس الان نوبت توه خداوند، خداوند ای روح قدوس الهی که امروز خودت خلبان متبهر بودی، باشه که اینطور باشه، باشه که تک تک ما رو به اون مقصود نهایی، هدف نهایی برسونی، باشه که در این محبت ریشه کنیم و بنیاد بذاریم و پرشیم و کمالات اخلاقی تو، پرشیم و شخصیت پر محبت و پر فیض تو، پرشیم از اون قدوسیت تو، پرشیم از اون شادی تو که در این روح خداوند تمامی آنچه که داریم در حضور تو بریزیم و نثار تو بکنیم، چون تو پدر عالی که بهترین خودتو دادی، طالب پرستندگان خود هستی. عشقی رو کلام خدا در شما برافروخته، بذاریم این سرود رو مثل یک دعایی به حضور رو بلند کنیم.